بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان. از اقتصاد تا سازشواری و انرژیتیکا تاجیکستان و ترکمنستان همکاری را رشد می‌دهند. تاجیکستان قرغزهای بازداشت شده را برگرداند. قرغزستان نیز گفت تاجیک ها را می‌دهد. شتم امیکرون به روسیه نیز راه یافت. چین در پیشروی اوج بزرگی کرونا ویروس قرار دارد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که با سفر کاری در ترکمنستان قرار دارند با همتای ازبک خود شوکت میرزیویف بخوردند. بر خبر کاتبات پرزیدنت مملکت در رفت ملاقات حالت کنونی مناسبت های دوستی و همکاری دو کشور موردی بررسی قرار داده شد. گفته می شود رهبر دولت نخست شوکت میرزیویف پرزیدنت جمهوری ازبکستان را صدقاً برای دوباره تکیه زدن به مسند پرزیدنت مبارک بود گفتند. برای دولت تاکید نمودند که مناسبت های دوستی همسایگی نیک و همکاری تاجیکستان و ازبکستان در همه سمت ها با موفقیت انکشاف می یابد. همچنین از جریان رشد پیوسته حجم گردش مال بین دو کشور نیز اظهار قناعتمندی کرده شد. تاکید گردید که برای باز هم بالا بردن این نشان داد استفاده امکانات ها از جمله رشد رابطه های تجاری و اقتصادی، جانب کردن فعالیت کمیسی بین حکومتی اوید به همکاری تجاری و اقتصادی، تطبیق لایحه آینده داری تاسیس شرکت سرمایه گذاری تاجیکستان و ازبکستان و کارخانه های مشترک استحصالی ضرور است. سران دولت ها زمین صحبت اینچنین اوید به مساله الوهیده مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل افکار انجام دادند. وابسته به وضع افغانستان رهبری دولت تاکید نمودند که تاجیکستان آماده است با فراهم آوردن امکانات لوجستیکی خود برای رسانیدن کمک های بشر دوستانه به مردم اذیت کشیده افغانستان مساعدت نماید. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین مهری‌الدین با همتای ترکمنش رشید مرادوف در اشق‌آباد دیدار و ملاقات کردند. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. طبق گزارش این نهاد در رفت اواخر جانب ها راجع به مسائل وسیع مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه در تمام ساحه‌های قابل توجه طرفین تبادل افکار کردند. جانب ها اهمیت تزایندن تطبیق توافقات ضمن سفر رهبری دولت به ترکمنستان در ماه آگوست سال 2021 حاصل شده را تاکید نمودند. جانب ها افزون گردیدن تعداد نشان دهنده های تبادل مال را تاکید نموده آمادگی خود را جهت توسعه و گسترش سودای مشترک در دورنمای نزدیک ابراز نمودند. تمرکز مخصوص به تقویت همکاری در ساحه های مهم از جمله اقتصادیات و سودا، بخش سازشواری و انرژیتیکی، نقلیات و لوجستیکا، کشاورزی، آبی و ملیاراتیوی، صنعت سبک و کارکرده شده و غیره ظاهر کرده شده آمده است در خبرنامه. تاجیکستان شهروندان قرغزستان را که سنه یکم و دوازدهم نویبر بازداشت شده بودند به مقامات قرغز برگرداندند. در این باره سپنی قرغزستان با تکیه به دفتر مطبوعاتی خدمات مرزبانی این کشور خبر داده است. منبع میگوید بازگرداندن قرغزستانی ها در پی مذاکرات مقامات مرزبانی دو کشور حاصل شد. تبادل بازداشت شده ها میان دو کشور در گذرگاه کلوندو صورت گرفت. اینچنین تاکید شده است که سه قرغزستانی که قبلا بازداشت گردیده بودند در آینده نزدیک با وطن نشان انتقال داده خواهند شد. در برابر این مقامات دو کشور سازش کردند که دو شهروند تاجیکستان را که قبلا جانب قرغزستان بازداشت کرده بود به مقامات تاجیک سپارند. نوی کرونا ویروس به نام امیکرون الکای به روسیه نیز راه یافته است. در روسیه الکای بیماران گرفتاری شتم نوی کرونا ویروس امیکرون موجود است. گفته است سناتر ولادیمیر کروگلی با ریا نوستی. شتم امیکرون به احتمال زیاد در روسیه وجود دارد. منبع پنجمی آن مردمی ماست که به مصر سفر کرده بودند. نام برده طلب نمود که تا پورا آموخته شدن این نو پروازها از روسیه سمت عربستان بسته شود. چند روز پیش آلمان خبر دادند که در بوتسوانا و افریقای جنوبی یک شتم نوی کرونا ویروس به نقطه 1.529 پیدا شده است. بنابر اطلاعات رسانه های خارجی در افریقای جنوبی تقریبا 100 نفر گرفتاران این نو کرونا ویروس به قید گرفته شدند. در گانکونگ، اسرائیل، بلژیک، چکیه، آلمان، بریتانیا کبیر، ایتالیا، استرالیا و اینچنین احتمالاً در نیدرلاندیا و آستریا نیز مبتلایان این درد موجودند. زمنان سازمان ملل متحد در یک نشست اضطراری این نو کرونا ویروس را نگران کننده گفت و نامش را امیکرون نامید.
طبق پژوهش یک گروه علمان دانشگاه پکن در هفته‌نامه چین STS Weeks نشر شده است، خارج شدن چین از سیاست تحمل‌پذیری خود با کووید 19 و سبک کردن محدودیت‌ها برای سیاحان خارجی می‌تواند باعث افزایش بسرعت این بیماری گردد. با استفاده از مدل متماتیکی، کارشناسان عاقبت‌های احتمالی قبول تاکتیکای ضد کرونا ویروس را در کشور پیشگویی کردند که در دیگر دولت‌ها عمل می‌کند. همین طریق علمان پیشگویی نمودند که اگر چین سیاستی کهنه‌ای که حالا در آمریکا رایج است پیش گیرد، در آن صورت گرفتار شوی با این درد در چین همه روزه به زیاد از 600 هزار نفر برابر می‌شود. علمان می‌گویند اگر چین چاره‌های عمل‌کننده فرانسه را پیش گیرد، آنگاه مریض شوی ساکنان در یک روز به 454,198 نفر میرسد. در صورت استفاده از سیاست ضد کووید در بریتانیا، احتمال سرایت شدنی نزدیک به 3000 نفر در 24 ساعت امکان پذیر است. محققان قید میکنند که افتتاح مرز چین برای سیاحان میتواند اوج عظیم این درد را به وجود آورد. با قید آنها دولت تا حال آماده نیست که چاره‌های محدود کننده را سبکتر کند. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.